عبداللطیف مرادی ضارب و قاتل روحانیان در مشهد ساعتی پیش در مشهد اعدام شدش. با ما تو این ویدیو همراه باشید، جزئیات این خبر و اینکه چی شد به این سرعت حکم صدور و اجرا شدش رو بهتون میگم. صحبت‌های رئیس دادگستری خراسان رضوی رو هم با هم میشنویم در این باره. شما هم برای اینکه ویدیوهای بعدی کانال رو از دست ندید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. سلام سلام، چطورید رفقا؟ به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. صبح امروز عبداللطیف مرادی قاتل دو روحانی و ضارب حرم مطهر امام رضا به چوبه دار آویخته شد و اعدام شد که خیلی از افراد از سرعت در اجرای حکم تعجب داشتن که رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به گردش کار این پرونده گفت پس از وقوع این حادثه ناگوار تروریستی علیه 3 تن از روحانیان جهادی در 16 فروردین سال جاری که مصادف بود با ایام ماه مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی این اتفاق افتاد و در نهایت هم منجر به جانبازی 1 تن و شهادت 2 تن دیگر شدش و پرونده قضایی با فوریت تشکیل و تحقیقات همه جانبه و گسترده در این زمینه آغاز شد. غلامعلی صادقی هم افسود که پس از انجام تحقیقات دامنه‌دار قضایی و امنیتی پرونده به صورت ویژه در یکی از شعب بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست جهت ادامه رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارسال شد. وی گفت در این مرحله از دادرسی دادگاه پس از بررسی کلیه اسناد و مدارک مربوط به این حادثه به صورت فوق‌العاده اقدام به برگزاری جلسه علنی رسیدگی به اتهام متهم عبداللطیف مرادی فرزند محمد طاهر مبنی بر محاربه و کشیدن سلاح به روی مردم به قصد اسحاق نف و ایجاد رعب و وحشت انجام داد که این اتفاق توی حرم مطهر امام رضا هم افتاد که تفهیم اتهام شد و تصریح کرد که در این جلسه علنی خانواده شهدا و وکلای آنها به طرح شکایت خود علیه متهم پرداختن و متهم دفاعیاتی رو هم از خودش انجام داد. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افسود پس از اتمام فرایند رسیدگی به اتهامات متهم و صدور رأی شعبه پرونده جهت فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد و رأی صادره توسط دادگاه انقلاب مشهد مبنی بر اعدام نامبرده توسط شعبه 9 دیوان عالی کشور هم تایید شد و پس از مراحل تشریفات قانونی جهت اجرا به دادستانی مرکز خراسان رضوی ارسال شد. وی افسود بر اساس این حکم اعدام عبداللطیف مرادی به اتهام محاربه صبح امروز یعنی 30 ماه 1401 در حضور جمعی از شهروندان و مسئولین از طریق چوبه دار در محل زندان وکیل‌آباد مشهد به مرحله اجرا درآمد و این پرونده هم به صورت کامل بسته شد. حالا خیلی جزئیات دقیقی از این پرونده منتشر نشد که کلن این فرد از چه طریقی تأمین مالی می شده یا به دستور چه کسی این حادثه تروریستی رو رقم زده، به صورت انفرادی بوده یا گروه های پشتش بودن. خیلی اطلاعات دقیق مشخص نشد. نظر شما چیه دوستان؟ به نظرتون این فرد حالا اعترافاتی داشته یا نه؟ و اینکه چرا حالا جزئیات پرونده خیلی توی رسانه ها منتشر نشده؟ حتما نظرتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.